Fardo Rahmonov'ni Safardora ba Federatsiyai Rusiya. Shahri Moskov. Хоб, мадам Джа, ми гузорум махоларо, так шумо бубинин. Омедворум ки шумо хоб ин манзарара мебинин. Эмомали Рахмонов ба Москва мерават. Раис Джумхури Таджикистан рӯзи 9 май ба Москва хоҳад рафт. Абдулфатоҳ Шарифзода, роҳбари хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон, рӯзи 5 май ба Радиои Озодӣ гуфт, Эмомали Раҳмон дар маросими бахшида ба Иди ғалаба иштирок мекунад. Ӯ афзуд: дар ҳошияи гашти низомӣ мулоқоти раиси ҷумҳури тоҷикистон бо владимир путин президенти русия дар назар аст ва эҳтимол мавзӯи ҷанҷоли охир дар марз ба қирғизистон баррасӣ шавад. хоб дигари мулоқотҳо гуфтушунидҳо дигар табиӣ аст ки бояд рафта назди хоҷаи худаш як гузорише дар онҷо диҳад дигар خب به همه شما پس معلوم شد که فردا رحمانوف به شهر مسکو سفر میکنه. من رای جمع میگیرم. در سفرهای اخیر رحمانوف حرکت سیاسی گروه 24 سه مرتبه در فدراسیون روسیه با رحمانوف ملاقات داشت. صحبت ها، عکس ها، پیشواز مخصوص و دیگر برنامه هایی که داشتیم. کلیک کردن یا که عکسی رحمان ها در جای های آدم گذار گذاشتن برای مردم آگاه کردن که رحمانوف یک راهبری دست به خون است. و این سال تصمیم حرکت سیاسی گروه 24 این است که ما در این برنامه اشتراک نخواهیم کرد، به خاطری که بعد از ربودن قضیه شهاب‌الدین بدالوف تا زمانی که ما یک جواب رسمی از حکومت روسیه نگیریم فعلا برنامه های سیاسی ملاقات ها خاموش کرده می شود. یک مدت تا زمانی که حکومت روسیه با طور رسمی جوابی رسمی چی طور برده شدن شابدین بدالوف را برای ما یا توسط پشت و یا توسط صحبت تلفنی رسما قضیه را بلند نکنه نشانت یا ما هیچ برنامه سیاسی در روسیه این زمان نخواهیم داشت. البته در رفتی حرکت، در رفتی باز هم مبارزه، باز هم میبینیم فدراسیون روسیه در جواب چی برای ما میتید. و اینجا ما گذاشتیم این قضیه را به خود مردم. قضیه های مهم زیاد است، از جمله مرگ واروخ، مشکلات مرزی و دیگر مشکلات ها. اما امروز چندین سوال هایی که در ذهن شما برادران میبیان که بیا بریم تو که گپ میزنین، چند مدت حرف میزنین، بیا بریم ملاقات کنیم، بیا بریم خواب کار بکنیم انجام تیم. علاقه مردم آماده شد، مردم پخته است، مردم میدونه. مرحمت، یک گزینه، یک برنامه خوب روی دست. و سوال اول من برای هر یک شمایی است که آیا در ملاقات با رحمانوف شما چی خواهیم گفت؟ کدام سوال های را برای رحمانوف میدید؟ اگر رفت و فردا رحمانوف بعد از ملاقات در کرمل، بعد از جشن گرفتن عید غلبه 9 می یک حوزه را انتخاب کرد و مهاجران را دعوت کرد که رحمانوف فردا با مهاجران وام خرد. و شما چی کار را انجام خواهید داد؟ اگر رفت و فردا رحمانوف با خود همین مردم ملاقات کرد مثل پرزیدنت جمهوری خب ازبکستان، من براتون میگذارم. خب سکرین так. Большая, вот это вот президент Узбекистана. А это ему плохо.
خب دیدین دوستان عزیز، سال گذشته بود اگر خطا نکنم، یک پریزیدنت مردمی هیچ جای ترس نداره. بعد از ملاقات، بعد از نشست، بعد از تمام برنامه ها را خاتمه بخشیدن، از تالاری برآمد بیرون میشود، ناگهان یک گروهی بزرگی از مهاجرا را میبیند و میبیا به نزد اون مهاجرا چکار میکنه؟ یک ملاقات میکنه، فقط دست بالا میبرداره، سلام علیکم میگه، امیدوارم خوب باشین، دیگه به همین خلاص. مردم از این راهبر راضی. هیچ یک کاری مهمی نبود، هیچ مبلغ صرف نمی شود، هیچ یک زحمت لازم نیست در این کار. و آیا فرد و مردم تاجیکستان، برادران مهاجر، برادران شهر مسکو آماده این که فرد را ببین در میدان کرمل فرد ملاقات است، بعد از او از رحمانوف طلب که بیا با ما ملاقات کن، و یا اینکه آن دیاسپورایی که در روسیه هستین، اون رئیس های بازارها و رکت ها و اون کسانی که این مردم را کنترل میکنین، نظارت میکنین، آماده هستین که برای این مردم یک میدان بسازین، یک جلسه تشکیل بکنین، یک نشست تشکیل بکنین و رحمانوف را دعوت بکنین و از این مهاجران مظلوم سوال ها داده شود تا رحمانوف براشون جواب ده؟ آیا این کار انجام دادنش باوری هست؟ گرچنده که من در این شک دارم که رحمانوف هیچگاه عضو این ملت نبود، عضو این مردم نبود و هیچگاه با این مردم ملاقات نخواهد کرد. این هم من باوری دارم. اگر هم که ملاقات میکنه، باز هم نماینده های سفارت، باز هم همون پسرنک های پاسپورت فروش و همون پسرنک های بلیت فروش و چیپتا فروش و همون راهبران بازارهایی که مردم از ظلم میکنن، همون دیاسپورا، همون چاپلوسانی که هستن، همون دانشجویانی که از حساب کوتای رحمان هم بیان میخونند، بغیر از ایو من در این شک دارم که رحمانوف رفته از عضو مهاجرت یک گروه بزرگ بسازه، در یک استادیون، در یک میدان ورزشی، در یک تالار بزرگ مردم جمع بکنه، خطشون ملاقات بکنه و سوال های زیاده که من باوری دارم مردم داره جواب ده. این کارو کرده میتونه؟ نمیتونه. و آیا اگر که رحمانوف به نزد شما نمیروه، پس اماده این فردا در کرمل یک سیر گشت بکنین، یک هوای تازه بخرین، فردا روز استراحتی از روز شنبه است، یک گروه جوانو برین و از دور اگر میبینین بگین که خب آقای رحمانوف بعد از ملاقات ما در خدمت شما هستیم، بیاین ما از شما خواهش میکنیم، همچون یک پریزیدنتی ما، بیاین با ما ملاقات بکنین. آیا این کار کرده میتونه؟ ده ها و صد ها آیا هست که ما باوری دارم که مطمئنم هستم که رحمانوف هیچگاه این کار را نخواهد کرد، چون از این مردم ترس داره، چون میدونه سوال های مردم براش میتگی جواب دادن میتونه، چون میدونه که 30 سال در قدرت بودن خودش یک جنایت است، خودش یک خیانت است به این مردم، میدونه که 30 ساله جواب این همه سوال ها را چگونه باید کرد. حتی در داخل وطن آماده نیست با یک عضو همین مردم ملاقات بکنه، بغیر از اون صحنه سازی ها. اگر میکرد چرا دیروز در واروخ مشکلات بود، لااقل در رسانه نبرامد توسط نوار از این مردم همدردی بیان بکنند. آیا کرد؟ نکرد. و ده ها سوال های دیگه در ذهن هست که من انگامی پیوست کردن شما در این استودیو از شما سوال میکنم و شما فردا اگر رفت و رحمانوف ملاقات کرد، به رحمانوف چی سوال دارین و چی چیزی رو از این رحمانوف انتظارین؟ همچون یک پریزیدنت، همچون اون یک افسانه هایی که برای ما و شما میخونن در وطن، در تمام رسانه ها، شبکه ها، خب دیگر شبکه هایی که رب به حکومت دارک و پیشوای مردمی، راهبری عادل، فرزندی فرزانه ملت، پدری ملت، این آن و ده ها ست عنوان دیگر براش میتن. آیا هم یک شخصیتی بزرگ به گفتی شما که گویا مردمی بوده است، البته مردمی مهاجرت نیست، چی حق داره که با راهبری خود ملاقات بکنه؟ از مردم داخل دیده زحمت زیادتر انا این مردم خارج میکشه برای پیشروی تاجیکستان. از یک وزیر و رئیس بی سواد احمق دیده انا این مهاجری
بیچارهی مظلوم زیادتر برای فعال گرداندن موتور کشور زحمت و مهنت زیادتر میکشه. یک رئیس در یک روز چند ساعت کار میکنه؟ چند ساعت؟ هیچگاه 8 ساعت در اتاق کارش نیست. هیچگاه 8 ساعت برای ملت کار نمیکنه. نیمی او 8 ساعت در عبید است، در بهترین غذاها است، در چکل، در سیر و گشت کردن است، در ملاقات های از کی پول بگیریم، از کی پول بوتیم است. اگر 3 ساعت یا 4 ساعت در دفتر کارش پیدا میکنی، میکنی اصلا نمیکنی. اما یک مهاجری بیچاره از ساعت 6 صبح 5 صبح از خواب بلند میشوه تا غذا بخره، تا راه روه، چون از افتابوس با مترو، از مترو پیاده، دیگر و دیگر تا ساعت 8 صبح اگر کسایی که رسمی کار میکنن باید از جای کار باشه. و او راننده افتابوس باید از ساعت 3 شب بلند شوه تا ساعت 5 یا 4 بره در ایستگاه افتابوس تا از اونجا مسافرها را ببره. و اون کسایی که شبانه در مارکت ها کار میکنن، شبانه در کارخانه های کار بزرگ کار میکنن، اونها به حساب چند ساعت اینها خواب دارن، چند ساعت کار دارن. از ساعت 6 صبح بلند میشوه تا ساعت 11 12 شب در کار است، در راه است، در غذاپزی است و در دیگر و دیگر است. تصور کنید یک مهاجر چقدر زحمت میکشد. آیا رحمانوف آماده است که زحمت این مهاجرها را به چشم بگیره، به نظر بگیره، یک روز را انتخاب بکنه؟ فلان روز ما آمادان با رحمانوف با مردم مهاجر خود یک ملاقات داشته باشیم.